گرما و دما به اصطلاح کنترل میخواد. برای کنترل دما من باید انرژی الکتریکی رو کنترل بکنم. به شدت معتقدم اگر میخوای تعمیرکار خوبی بشی، اگر میخوای مجری خوبی بشی، اگر میخوای مشاور خوبی بشی کف صنعت، باید کارایی تجهیزات رو بشناسی. تو این پست میخوام یه تجهیز عزیز و بزرگوار تحت عنوان SSR رو بهت معرفی بکنم. SSR چیه؟ چی کار میکنه؟ میخوام خیلی عملی توضیحش بدم. دقت کن عزیز جان، اینجا من یه دستگاه اکستوردر دارم که عملا قراره یه لوله تکلایه تولید بکنه. اوکی؟ خیلی خوب. چجوری کار میکنه؟ مواد اولیه ریخته میشه اینجا داخل سیلندر اکستوردر. داخل سیلندر اکستوردر یه دونه ماردون، یه پیچ یه طرفه وجود داره. قراره وقتی این ماردون چرخید مواد اولیه رو ببره، از داخل قالب برون ریزی کنه. تا چی بشه؟ تا این مواد اولیه شکل قالب رو به خودشون بگیرن و نهایتا لوله تولید بشه. حالا سوال، این مواد به صورت دانه دانه است، پودریه، آیا شکل لوله به خودش میگیره؟ آیا اکسترود درست اتفاق میفته؟ خیر. چرا؟ چون این مواد باید به حالت خمیری در بیاد. برای اینکه این مواد به حالت خمیری در بیاد، من باید سیلندر رو گرم بکنم. برای گرم کردن سیلندر نیاز به چی دارم؟ نیاز به المنت دارم. خب المنت چجوری کار میکرد؟ المنت انرژی در واقع الکتریکی بهش میدادی، به انرژی گرمایی تبدیل میکرد، گرما و حرارت ایجاد میکرد، درسته؟ خب من میتونم توی دستگاهی مثل اکسترولر بیام به اصطلاح برق مستقیم بدم سر المنت؟ 100% که نمیتونم. چرا؟ چون گرما و دما به اصطلاح کنترل میخواد. برای کنترل دما من باید انرژی الکتریکی رو کنترل بکنم. برای کنترل انرژی الکتریکی نیاز به یه تجهیز واسطی دارم که چیکار بکنه؟ گوش شبکه الکتریکی رو بگیره بیاره بذاره تو دست المنت. خیلی خب چجوری این کارو میکنم؟ خیلی ساده است. یه SSR برمیدارم، یه SSR. بچه‌ها SSR یک قطعه الکترونیکیه. اگه فیدبک خوبی ازتون بگیرم مدار داخلیشو مبسوط تو پستای بعد براتون باز میکنم. دقت کنین. خروجیش دو تا پایه داره، ورودیش هم دو تا پایه. دارم SSR از مدل تک فازش رو براتون بحث می‌کنم. SSR مدل سه فاز هم داریم. خب چجوری من المنت رو وصل می‌کنم؟ فرض کن یه المنته که المنت منم دو تا پایه داره. حالا می‌خوام وصل بکنم. توی ورودی SSR باید یک ولتاژ از 3 تا 32 ولت وصل بکنم. 24 ولت میشه، 32 ولت میشه، 5 ولت هم میشه. از 3 تا 32 ولت هر ولتاژی وصل بکنم SSR کار می‌کنه. اوکی؟ خیلی خوب. که در صنعت معمولاً ولتاژ 24 ولت DCه. اوکی، 24 ولت DC. خب پس به ورودیش ولتاژ 24 ولت DC میدم. حالا میخوام خروجیشو وصل بکنم. دقت کن چه جوری سیم کشی میکنن. میام چیکار میکنم؟ یه فاز میخوام تک فاز وصل بکنم به المنت. یه فازو گوششو میگیرم میارم داخل پایه A1 SSR، از پایه A2 میارم تو یکی از پایه های المنت. حالا اگر این SSR فرمان بگیره، به اصطلاح ولتاژ 24 ولت وصل بشه تو ورودیش، SSR فرمان میگیره و خروجی SSR که یه ترایکه، یه قطعه الکترونیک قدرته، این ترایکه در واقع وصل میشه و چیکار میکنه؟ این پایه به این پایه وصل میشه و عملا فاز از این مسیر میاد اینجا. یه طرف المنت فاز اومده، به اون طرف المنت چی بدم که روشن بشه، انرژایز بشه، تحریک بشه؟ نود. اینجا رو میدم به یه نود. پس یه فاز آوردم تو SSR، از این ور چرخوندم، از پایه دوم SSR گرفتم بردم تو المنت، اون ور المنت هم به پایه نود. اگر SSR انرژایز بشه، المنت میاد تو مدار. دارم اینا رو میگم که کارایی SSR رو خیلی قشنگ و جوندار یاد بگیری. بعد میخوام چالش مطرح بکنم، تو به چالشات جواب بدی، خودم برات بازش بکنم که خیلی قشنگ اونا رو هم با هم یاد بگیریم. چون میخوای بری مشاور بشی، میخوای مجری بشی، میخوای تعمیرکار بشی تو صنعت، و اینا به شدت مهم و به دردت میخوره. بریم عملی این مدار رو ببندیم، تست بکنیم و بعد چالش رو مطرح بکنیم. بیا تو تصویر. خوب دقت کن عزیز جان، اینجا من یه SSR دارم که اینجا ورودیشه، اینپوت نوشته 3 تا 32 ولت میشه بهش وصل کرد، یعنی 24 ولت DC، 3 ولت DC، 5 ولت، 12 ولت، هر ولتاژ DC که از 32 ولت تجاوز نکنه، از 3 ولت هم کمتر نباشه، که معمولا گفتم تو صنعت 24 ولت پایه 3 و 4ش. اینجا پایه 1 و 2 رو میبینیم که خروجی SSR. اگه بخوام طبق شکلی که برات رسم کردم بیام سیم کشی بکنم، باید فازا بیارم تو این پایه، از این پایه بگیرم ببرم سر المنت، به اون سر المنت هم چی بدم؟ عملا نول وصل بکنم. اینجا برای اینکه تو تصویر خیلی قشنگ ببینی چی کار داریم میکنیم، به جای المنت از لامپ استفاده کردم. اوکی نکن، یه دو شاخه دارم. اگه من بیام این دو شاخه رو بزنمش تو برق، این دو سر چی میبینم؟ یه فاز و یه نول دیگه. من سیم آبی رو به عنوان نول در نظر میگیرم، سیم مشکی رو به عنوان فاز، و میام چیکار میکنم؟ سیم کشی رو انجام میدم. دقت کن،
میام چیکار میکنم؟ میام این به اصطلاح سیم فاز رو میارم تو پایه یک، به این صورت این سیم فاز میره تو پایه یک. اوکی؟ این به این صورت، این هم سیم نوله ها، میذارمش کنار. این طرف خروجی اسسار، ورودیشو وصل نکردم، دارم خروجی اول سیم کشی میکنم، فاز آوردم تو اسسار، این طرف اسسار باید بره سر لامپ، درسته؟ که حالا من گفتم اگه دستگاه اکستروژر باشه عملا به جای لامپ از چی استفاده میشه؟ از المنت. ما تو دستگاه اکستروژر از لامپ استفاده نمیکنیم برای گرمایش. خب این طرف هم وصل میشه به لامپ به این صورت. حالا چی میمونه؟ یه سر از لامپ و سیم نول. این دو تا باید به هم وصل شن. برای وصل این دو تا من از یه ترمینال استفاده میکنم. از یه ترمینال. نول رو میبندم این طرف ترمینال. بچه‌ها من الان نمیخوام تابلو در واقع اینو داخل تابلو ببندم، فقط میخوام شما سیم کشی رو یاد بگیری. اوکی؟ وگرنه قاعدتا این ترمینال و این تجهیزات همه تو تابلوه و سیم کشی به هم ریخته نیست. هدف من فقط یادگیری شماست. وگرنه تابلو بستن استاندارد خدم و حشم خودش رو داره که انشالله در آینده بیشتر و بیشتر راجبش صحبت میکنیم. خب چه کردیم؟ عملا فاز آوردیم تو اسسار، این ور اسسار رفت به لامپ، اون سر لامپ هم رفت به نول و سلام نامه شد تمام. اوکی؟ خب حالا چیکار میکنیم؟ به ورودیش میخوایم ولتاژ بدیم. اومدم این منبع تغذیه رو به اصطلاح گذاشتمش روی 24 ولت و وصل میکنم مثبت منبع تغذیه رو به مثبت پایه مثبت ورودی اسسار، منفی منبع تغذیه هم پایه منفی ورودی اسسار. اوکی؟ بریم ببینیم لامپ روشن میشه یا نه. یادتون باشه دو شاخه هم باید الان توی برق باشه. دو شاخه رو میذارم تو برق که فاز نول بیاد داخل مدارم. الان اینجا برق داره، خیلی حواستون باشه. مثبت منبع تغذیه رو میذارم به مثبت اسسار، منفی منبع تغذیه رو میذارم به منفی اسسار. چی شد؟ به همین راحتی همین خوشمزگی لامپ روشن شد. ببینید؟ اما اگه دقت بکنی آب تو دلت تکون نمیخوره، هیچ صدایی نمیده. ناگو ببینی؟ چرا؟ چون SSR یک تجهیز الکترونیکی است، مثل کنتاکتور نیست که تخ 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 صدا بده. ها؟ دقت کن، بیا مثبت من ببینی؟ اینجا چراغ SSR هم داره روشن میشه. اینا بس کنم اینجا شما کامل ببینی. ببین SSR داره روشن میشه، نها کنی. این میشه از کار کرده SSR به همین راحتی و همین خوشمزگی. حالا یه سوال بسیار مهم ازت دارم. فرض کنی SSR کار نمیکنه، من میخوام تستش بکنم ببینم که SSR هم سالمه یا سالم نیست. به نظرت از چه راهی، از چه متدی، از چه روشی استفاده بکنم برای تست SSR؟ نظرت حتما زیر این پست برام بنویس، تو پست های بعدی خیلی جوندار باید باز بکنم. بچه ها این یه چالش خیلی مهمه، روش وقت بذارید، سرچ بکنید و جوابتون رو کامنت بکنید. عشقی.